بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان ایران زمین، به خصوص پرسنل نیروهای مسلح که بیش از هر گروه دیگری در موقع این شورش و انقلاب صدمه دیدند و همینطور در خارج هم هنوز صدمه میبینند. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و به اتفاق جناب آقای دکتر سیامک شجاعی استاد دانشگاه برنامه امروز کنگره همبستگی ایرانیان و جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو خدمتتون تقدیم میکنم. همونطوری که عرض کردم این برنامه مشترک کنگره و جبهه است، ولی چون برنامه به صورت زنده در استودیو پارس داره تهیه میشه، این است که آرم جبهه هماهنگ مبارزان دیده نمیشه. جناب دکتر شجاعی تشریف دارین رو خط؟ جناب دکتر شجاعی تشریف دارین اسکایپ؟ بله بله. درود بر جناب علی قربان. بنده برنامه رو اعلام میکنم، بعد از جناب علی خواهش میکنم صحبت بفرمایید. جناب دکتر شجاعی معرف حضور همه بینندگان هستند و احتیاج به معرفی ندارند، ولی همونطوری که خود بینندگان بهتر از من آشنا هستند با ایشون عرض کنم که رشتهشون در بیزینس منیجمنت هست و مستر در این زمینه دارن و دکتراشون هم در همین زمینه و امور مالی عرض کنم که گرفتن در آمریکا. در حال حاضر ایشون رئیس دین اسکول بیزینس هستن در یکی از دانشگاه‌های کانتیکت، استیت یونیورسیتی، سنترال استیت یونیورسیتی، و همینطور قبل از این هم در دانشگاه دیگری همین سمت داشتن و سالها سابقه تدریس در امور اقتصادی و همینطور مالی دارن. ولی صرف نظر از این سابقه علمی مشعشع ایشون که موجب افتخار هر یک از ایرانیان هست، ایشون ضمناً یکی از مبارزان بسیار بسیار خوشنام اپوزیسیون هستند. به همین علت هم هست که بنده از ایشون خواهش کردم که در این برنامه تشریف بیارن و بنده رو یاری بدم. جناب دکتر شجاعی خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب دکتر قصر اسفانی سپاسگزارم از فرصتی که دارید. از این خدمت میخواهم حضور من در این ها خرفت به دورش بسید ساله دانشگاه و این صدای میکروفونتون آقای دکتر ببندین، اینجا مثل که صدا داره منعکس میشه و اکو داره. بله، خیلی ممنون. عرض کنم که همینطوری که در اسلاید شماره دو بینندگان ملاحظه می‌فرمایند، برنامه امروز ما شامل سه بخش خواهد بود. بخش اول براندازی به وسیله ملت تنها راه نجات ایران هست که این به عنوان کلی هست، ولی بنده در این قسمت از جناب دکتر شجاعی خواهش خواهم کرد که این مسئله رو با پیمندش که بنده جزئیاتش بیشتر شرح خواهم داد با اصلاح طلبان راهنمایی بفرمایند بنده رو. در بخش دوم انقلابین سال 57 و طلبکاران امروزی هست و بخش سوم مسئله حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران به مفهوم کلش، اهم از تمامیت ارضی منظور سرزمین ها و همینطور آبهای متعلق به ایران هست. همونطوری که در برنامه در اسلاید شماره 3 ملاحظه می‌فرمایید، من از جناب دکتر شجاعی خواهش می‌کنم که در سه بخش بنده رو یاری بدن، یا هر سه بخش رو با هم بفرمایند، یا بنده یک یکی عرض می‌کنم و ایشون صحبت بفرمایند. حالا قسمت اولش که در قالب همون مسئله براندازی به وسیله ملت تنها راه نجات ایران هست، خواهش می‌کنم که در این زمینه ابتدا مختصری راجع به این مسئله پدیده اصلاح طلبی و ماندگاری رژیم صحبت بفرمایند، که همینطوری که بینندگان عزیز اطلاع دارند، اصلاح طلبی اصولا وجودش و ایجادش به خاطر ماندگاری رژیم بوده. جناب دکتر اگر صدای من رو شنیدید لطفا در این زمینه بفرمایید تا بنده دو سوال بعدی رو بعدا مطرح کنم خدمتتون. بله جان نصر اصفهانی، نمیدونم چرا صدای ما برمیگرده. این رژیم جمهوری اسلامی از همون روز نخست
مشغول سرکوب مردم ایران بود و خشونت رو پیشه کار خودش کرد و به هیچ گروه سیاسی و حتی همدستان و همکاران خودش هم رحمی نمی کرد و یکی یکی اونها رو قلقم کرد و از بین برد. و فجایع زیادی رو ما در اون 10 ساله نخست که خود خمینی مستقیماً ولی یه فقیه بود رو شاهدش بودیم، از جمله اون کشتاری که در اون رستوران میکونوس انجام شد و واقعا وضعیت اسفناک اقتصادی بعد از 8 سال جنگ تحمیلی خمینی و صدام حسین به دو مردم عراق و ایران و بالاخره نسل‌های جدیدی که بعد از سال 57 همش در رنج و در گرفتاری زندگی کرده بودن و امیدها و آرزوهاشون برباد رفته بود. و درست باید گفت که تقریبا بعد از 10 سال مردم ایران و نسل اون روزگار آماده انجام حرکت‌های بزرگ و جهش‌های بزرگ بودند. از جمله اروپایی‌ها هم به خاطر همون قتل فجیع سران رهبران حزب کردستان، اونها هم سفراشون رو از تهران خواسته بودند و جمهوری اسلامی در اون زمان که اروپایی‌ها برخلاف امریکا سیاست نمیدونم گفتگوی یا موازنه دو جانبه رو در مقابل و گفتگوهای نمیدونم سازنده رو پیش گرفته بودن، اونها هم روابطشون رو با جمهوری اسلامی تقریبا قطع کردن. و در این بین یک مبارزه شدیدی هم بین رفسنجانی و خامنه‌ای آشکارتر شد. رفسنجانی که رو دست خورده بود و تصور میکرد خامنه‌ای به عنوان یک وسیله دست او در ظاهر هم ولی فقیه و با حق بازی او رو به این سمت ولایت فقیه رسوند، بعد از 10 سال که دیگه ریاست جمهوری خودش هم تمام شده بود متوجه شد که روز به روز داره قدرت سیاسی رو از دست میده و نفوذش رو و اون اهرم‌های مالیش رو. و برای همینم هم بود که برای پاسخگویی به نیاز مردم، برای اینکه این نسل‌های جوانتر رو کمی راضی بکنن و به قول معروف سوپاپ اطمینان، آمدن و مردی به نام آقای حجت الاسلام خاتمی رو رفسنجانی از صندوق رای بیرون رو بود. البته این ملاها یاد گرفتن که وسائل حق بازی در این خیمه شب بازی انتخابات رو هم جوری فراهم بکنن که به عوامل تبلیغاتیشون فرصت تبلیغ و فرصت نمیدونم گول زدن و تحمیق به خصوص خبرگزاری ها و خبرنگاری های خارجی رو داشته باشه. به طور نمونه دختر رفسنجانی عمیانان عزیز یه مقدار اون لچکش رو عقب مینداخت، یا اینی که سوار نمیدونم موتورسیکلت میشد، دوچرخه میشد و شلوار جین امریکایی میپوشید و بدین ترتیب میخواست به نسل جوان بگه که بله بابای ما یه کمی قرتیه، خیال نکنید از اون آخوندای نمیدونم عقب افتاده قرون وسطایی است و دوران جدیدی آغاز شده و خاتمی آمده. و از جمله رفتن هم میهنان عزیز در داخل کشور هم بعضی از این مطبوعاتی های پرسابقه ایران که مقبول ملت ایران بودن رو هم اووردن به بازی گرفتن، روزنامه های جدید رو باز کردن به این امید که هم فشار خارجی کم بشه و به این امید که در داخل هم جوان ها به هر حال یه مقداری آروم بگیرن، غافل از این که این سوپاپ اطمینانی که خودشون گشوده بودن به یک حفره بزرگی تبدیل شد که شاهد بودیم چطور دانشجویان و نسل جدیدی از جوانان و دانشجویان در دانشگاه ها به چه فعالیت هایی دست دادن و حتی اونهایی هم که در قبل از اون روزگار تحت عنوان انجمن های اسلامی دانشجویی فعالیت میکردن سعی میکردن که از این جریان اسلامی خودشون رو رها کنن، از جمله آقای منوچهر محمدی و غیره. و به طور کلی رژیم متوجه شد که این مسئله که خواسته فشار رو کم بکنه برعکس محیطی رو باز کرده و این جریان اصلاحات رو اونها از اون روز آغاز کردن. خاطرم هست در یک مناظره‌ای بین احمد کنه شاعر بزرگوار نادر نادرپور و یک فرد دیگری در رادیوی آقای میبودی، همین آقای خاتمی آمده بود در خارج و مصاحبه کرده بود، نادر نادرپور جز میزد بیچاره که بابا جامعه مدنی معنایی نداره، این حرفا کدوم، اینا حق بازی کردن، اصلا از نظر فنی امکان نداره بتونن به این سرعت رأی رو که اعلام کردن شمرده باشن. و به هر حال اون طرف مقابلش طرفداری سفت و سخت میکرد، یکی از اساتید دانشگاه های امریکا. و بدین ترتیب این بحث از آن زمان آغاز شد. متاسفانه خیلی از رادیو تلویزیون ها هم تحت تاثیر این جو، بعضی آمدن و آلمان و بعضی هم به این صرف که ما به هر حال
جراید عمومی هستیم یا وسایل ارتباط عمومی هستیم و باید همه صداها رو پخش کنیم، اونها هم به یک منبر تبلیغاتی برای همین خاتمی و اصلاح طلبان و افراد خارج از کشور شدن که حتی دیگه اون مخالفان واقعی رژیم جمهوری اسلامی رو هم مسخره می‌کردند و این سنگر در اینجا واقعا خیلی خالی شده بود و خیلی مشکل بود که به اصول واقعی که باید این رژیم در سراسرش سراپاش به طور کامل از بین بره، به اون اصول معتقد موندن و در اون جبهه معارضه کردن کار هر کسی نبود و شاید تعداد انگوش شماری سازمان‌های سیاسی یا افراد فعال سیاسی نزدیک جناب عالی بودن که مقاومت کردند. به هر حال این کلمه براندازی رو از همون روز و در همون مناظره من به کار بردم. در پایان اون گفتگو من به جای اینکه وسط گفتگو رو بگیرم یا طرف این یا طرف اون، دیدم حرفای نادر نادرپور درسته و بعد مصاحبه خاتمی رو هم که با تلویزیون‌های آمریکایی بهش توجه کرده بودیم، من عرض کردم این حرفای جامعه مدنی با رژیم آخوندی جور در نمیاد و من در آرزوی روزی هستم که کلیت رژیم از بین بره و به امید براندازی کامل این رژیم هم. از اون به بعد جناب نصر اصفهانی این مسئله موازی سازی هم آغاز شد، یعنی بلا فاصله گروه ها و افراد و شخصیت های ریز و درشت در داخل و خارج از کشور اینها مستقیما یا غیر مستقیما تعلیم دادن، تقویت کردن، به خارج آوردن و ارتباطات شدیدی هم با دولت امریکا و اروپایی ها برقرار کردن که گروه اصلاح طلب رو به اصطلاح اینها تبلیغ بکنن. من نمیخوام عرایزم خیلی طولانی بشه، فرصتی هم بدم، اما در این بین خارجی ها هم با توجه به اینکه رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم فاشیستی مذهبیه، اینها بعدشون نمیاد که این رژیم در روابط خارجی است، از اون بازوی دراز شده در خارج از کشور و فاشیستیش دست برداره، اما در داخل مثلا یک دیکتاتوری باشه و با اینها هم روابط خوب داشته باشه. این اصلاح طلبان در حقیقت متاعی رو که به خارجی ها میفروختن همین بود، شما به داخل کشور کاری نداشته باشید، ما یک کمی این حکومت رو بزک میکنیم، ما هم در خارج از کشور پا روی دم اسرائیل نمیذاریم، بمیدونم به تروریستا کمک نمیکنیم و به احتمال زیاد فعالیت های اتمیمون رو ازش صرف نظر میکنیم. و این جریان ادامه داره تا اونجایی که خود آقای خاتمی بعد از 8 سال اولا اون چهره خبیث خودش رو نشون داد که چطور بر دانشجویان در اون جلسه دانشگاه توپید و اونها رو تهدید کرد و دانشجویان متوجه شدن پشت این چهره خندان، این ماسک به اصطلاح محبت و لبخند، همون آخوند دیکتاتور سرکوبگری وجود داره که مثلا برمال ولی فقیه الان اون بالاتر نشسته. و اونجا بود که دیدیم دانشجویان رو هم گرفتن، قلقم کردن، برادر آقای محمدی رو در زندان کشتن، تعداد بسیاری از اینها رو به غربت پرتاب کردن. و این موازی سازی و این که مردم رو از نمیدونم انقلاب بترسونن و بگن به دنبال اصلاحات باشید، حیله های بسیاری بیکار میبرن، حیله های تبلیغاتی. از جمله مثلا میگن ببینید در اون دوران سال 57 اگر اصلاحات میکردیم و به دنبال انقلاب نمیرفتیم وضعمون خیلی بهتر بود، الان هم بهتره که ما به دنبال اصلاحات بریم و به دنبال انقلاب نوینی نباشیم. و متوجه نیستند و به مردم اینو گوشزد نمی کنند که حکومت پادشاهی ایران، پادشاه ایران خودش به انقلاب مردم ایران اعتراف کرد و با روی کار آمدن دکتر بختیار اون حکومت و اون رژیم قابل اصلاح بود. و ما یا شاید یک تاریخی کردیم که به دنبال اصلاح اون حکومت نرفتیم، اما این حکومت بعد از 35 سال، بعد از 17 سال که آقای خاتمی رو آوردن و این بساط راه انداختن، به همه دیگه ثابت شده که اصلاحات معنا و مفهومی نداره و این حکومت قابل اصلاح نیست، این قانون اساسی قابل اصلاح نیست. و اونهایی که مردم رو از این که ایران سوریه بشه، ایران عراق بشه، ایران نمیدونم لیبی بشه میترسونن، خودآگاه یا ناخودآگاه دارن در جبهه‌ای قرار میگیرن که خواهان ابقاء رژیم جمهوری اسلامی است. و در حال حاضر همینان ارجمند فقط و فقط دو جبهه کاملا مشخص
در این نظار سیاسی و در این جبهه جنگ سیاسی وجود داره. اونهایی که خواهان ابقای رژیم جمهوری اسلامی هستن، بعضیاشون مثلا میان میگن که ما باید پیشرفت‌های قدم به قدم داشته باشیم، ما باید بریم از طریق انتخابات آزاد مثلا آقای خامنه‌ای رو، این حجت الاسلام رو قانع بکنیم که دست از این جنایات برداره و به صندوق رأی احترام بگذاره. همه اینها در اون جبهه که خواهان ابقاء رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیرن. و کماکان ما دیدیم به خصوص بعد از سال 88 اونهایی که به خارج اومدن خیلی سعی کردن که به فرمان آقای موسوی خط و حدود خودشون رو از این جبهه به اصطلاح براندازان جدا نگه دارن و ساختار شکن نشن. و در خارج از کشور هم میبینید بجز اون مواردی که میتونن از این وسائل ارتباطات جمعی سوء استفاده کنن و در مسیر تبلیغات خودشون قرارش بدن، جاهایی که ممکنه که واقعا گریبانشون گرفته بشه و سوالای سخت بشه و وضعیت بیشتر برای مردم روشن بشه ظاهر نمیشن. من اسم نمیبرم ولی همه مردم میدونن که این افراد به اصطلاح ضد این حاکمیت مستبد که خودشون رو اصلاح طلب میدونن، بسیارشون در این تلویزیون بی بی سی صبح تا شب دارن میپلکن، در صدای آمریکا هم به همین شکل، اما در بسیاری از همین مثلا تلویزیون پارس یا تلویزیون کانال یک یا برنامه آقای سعید قائم مقامی در اون رادیو صدای ایران سعی میکنن که نیان، چون میدونن که سوالهای سختی مطرح میشه و دستشون رو میشه. به هر حال الان ما در دو جبهه هستیم، اونهایی میخواهن این رژیم رو در تش براندازن و اونهایی که خواهان ابقاء اون هستن. حالا دلایل بسیاری هم وجود داره که چرا بسیاری از این شخصیت‌ها یا گروه‌ها خواهان ابقاء رژیمن. بعضیشون تا خرخره گرفتار فساد این رژیمن، در کشتارها، در شکنجه‌ها، در تأسیس سپاه پاسداران، در بگیر و ببندها سهیم بودن. در نوجوانی اون روزگاری که ما هم نوجوان بودیم و میدونستیم که در مملکتمون چه میگذره، آلوده این رژیم نشدیم، اینها میرفتن و این رژیم رو داشتن هر روز قدرتش رو بیشتر میکرد، در همه جنایاتش سهیم بودن. حالا مغضوب شدن، یعنی این جنگ بین رفسنجانی و خامنه‌ای اینها رو یه عده‌شون رو حتی به زندان کشونده، برای اینکه خامنه‌ای از رفسنجانی میترسه با خارجی‌ها زد و بند کنن بیان اصلا بساط و کازه کوزه آقای خامنه‌ای رو از هم بپاشونن. و این آخوندها جنس همدیگر هم خوب میشناسن. این گرفتاری با کسی که به زندان بره بقید یا افکار سیاسیش، یک اسیر سیاسی است و ما خودمون رو باید واقعا مستلزم به کمک اونها بریم و خواهان آزادی همه اسرای سیاسی بریم، از جمله آقای موسوی و کروبی. فردای آزاد همین در دادگاه های ملی پاسخگو باشن. اما این مسئله براندازی، من یکی دو نکته دیگر عرض میکنم جناب دکتر نصفهانی و بعد سکوت میکنم. براندازی رو هم باز بعضی از دوستان و فعالان سیاسی ارجمند ما برای اینکه به هر حال اون شعبه حزبی خودشون یا حزب و دسته گروه خودشون رو بتونن جا بیندازن، جلو ببرن و بگن که ما پیش قراولان هستیم، با این کلمه هم حتی دوستان ما بازی میکنن. از جمله مثلا میان میگن به جای براندازی بگید انحلال، یا مثلا یه چیزی رو ما منحل کنیم که بعد دو مرتبه هم بتونیم ابقاش کنیم، آنچه که منحل میشود قابل بازگشته، و با این کلمه بازی به این شکل میکنن. و اونها البته ضررشون زیاد نیست به جز اینکه یه کمی در این ادبیات سیاسی ما مردم رو دچار سردرگمی و گرفتاری بکنن. اما عده دیگری هستند که شاید که مأمورند و معذور و اینها براندازی رو با یک انقلاب خشونت آمیز نمیدونم جنگ های پارتیزانی و گروه های نمیدونم مسلح اینها رو یکی میکنن و مرتب میگن باید خشونت نمیدونم گرا نبود، به دنبال خشونت نرفت، ضد خشونت بود، در حالی که براندازی به هیچ وجه هم میهنان ارجمند ایجاب نمیکنه که ما بیایم الان اسلحه تهیه بکنیم و نمیدونم تفنگدار رو از مرزها به مملکت رخنه بکنیم، چنین چیزی نیست. من بارها عرض کردم، جناب دکتر نصر اصفهانی هم امروز در اون پیام و درودی که میفرستادن نیروهای مسلح ایران
و من مسلم میدونم بدنه نیروهای مسلح ایران رو هم مورد خطاب قرار دادن و به اونها هم درود فرستادن. ایران تا خرخرش مسلحه. همه پادگان‌های نظامی ما، افرادی که در اون خدمت میکنند، خدمتگزاران مردم هستن، اینها فرزندان اون کشورن و خود اینها هستند که باید در اون روز آزادی مرز و بوم مملکت ما رو حفظ کنن، باید امنیت داخلی کشور رو حفظ کنن. اینها هستند که شاید مثلا تحت فرماندهی یک نیروی گارد ملی با افسران شجاع و میهن پرست اون مملکت رو باید حفظ بکنن. ما نیازی نداریم که بریم مثلا از عربستان سعودی نمیدونم پول بگیریم، اسلحه بگیریم، از بلوچستان تفنگچی بفرستیم اونجا خرابکاری بکنیم. خشونت اصلا، شما ببینید همینان عزیز، اون سال 88 خاطرتون هست، خود شما رفتید در خیابان‌های ایران در تهران، اون جمعیت چندین میلیونی، وقتی یکی دو تا از این مزدوران موتور سواری که مردم رو می‌زدند و سرکوب می‌کردند دستگیر شدند، محبتی که این جوانان ما نشون دادن، محبتی انسانیتی که این مردم نشون دادن، باید برای همیشه در تاریخ ما ثبت بشه و ثابت کرده باشه که این مردم به دنبال خشونت نیستن. حالا از تهران یا از جاهای دیگه مرتب صحبت این که ما نباید خشونت کنیم. این حکومتی که خشونت میکنه، این حکومتی که اراذل اوباش رو متحدالشکل میکنه به نام نمیدونم بسیجی و درصدی از اینها رو وادار میکنه که دست به جنایت بزنن. براندازی مفهومش این نیست که ما لشکرکشی بکنیم، حمله نظامی به ایران لازم باشه، مردم رو از این تغییر ساختاری و بنیادی که اصولا میگه آخوند باید برگرده بره به دنبال کار آخوندیش. آخوند آمده به دین مردم لطمه زده، به اسلام لطمه زده، روحانیت واقعی رو در کنج زندانها نگه داشته، خانه نشین کرده، حبس خانگی کرده، از بین برده. آخوند اصلا الان تبدیل شده به یک باند مافیایی که میرن اراذل و اوباشی هرچی که جانی تر یه عمامه رو سرشون میذارن و نمیدونم یه عبا هم بر روی دوش، چند کلمه هم عربی، و ببینید که چه اراجیفی رو به خورد مردم میدن. راه ترقی رو هم از طریق عبا و عمامه میدونن. ما میگیم اینها باید برن کنار. ما میگیم مردم ایران صغیر و سفیه نیستن که نیازمند به یک ولی فقیه داشته باشن. مردم ایران مردمانی تحصیل کرده، جوانان رشید، دسترسی به انواع و اقسام وسائل دیجیتال، کامپیوتر و غیره دارن، در یک محیطی که سالم باشه، آروم باشه و اینها آزادانه دسترسی به داده های علمی دنیا داشته باشن و همون آسانی که دیگران در کشورهای خودشون دارن، این جوانان قادرن که ایران رو بسازن و سرزمین بهتری تحویل نسل‌های بعدی بدن. دیگه دوران آخوند و آخوندبازی گذشته و روحانیت واقعی هم به اعتقاد من لطمه دیده، دین اسلام هم لطمه دیده و همه اینها باید ترمیم بشه و تنها راه ترمیم، نخستین قدم، نخستین مرحله هم میهن ارجمند براندازی این رژیم غیرقانونی است، اون هم به همت والای ملتی که شجاعانه زیر بار این همه فشار اقتصادی و اجتماعی و این همه پلیدی، این خوی انسانیش و اون خون عرق ملیش به هیجان میاد، بلند خواهد شد. من اطمینان دارم به این و ما باید وسائلی رو فراهم کنیم که نیروهای مسلح ایران، بدنه، نه اون افراد فاسدی که میلیاردرن و در رأس نیرو هستن، اونها بدون شک محاکمه خواهند شد، اما این بدنه هم برای حفظ امنیت این ملت به پا خواسته در کنار اونها باشن و در خدمت اون ملت باشن. بسیار بسیار متشکرم جناب دکتر. یه تعدادی از سوالات بندی بعدارم جناب علی مطرح فرمودید، چون وقت ما کوتاهه، من میخوام خواهش کنم که کوتاه بفرمایید که این، البته من چند سوال دیگه داشتم، منظورم یکی این بود که این اصلاح طلبان علاوه بر اینکه در داخل کشور دارن مردم فریب میدن، بسیج شدن و در خارج از کشور هم در تلویزیون ها نفوذ کردن، در رسانه های همگانی نفوذ کردن و همینطور عواملشون دارن تبلیغ میکنن، که اشاره فرمودید که این راه به اصطلاح مناسبه و خشونت نباید بشه. اصولا همطور که فرمودید براندازی، هیچ مفهوم خشونت درش نیست، مفهومش این است که این حکومت بایستی غیر قانونی که هست باید بره و یه حکومت قانونی بیاد.
اون راهش و مقدار خشونتش بستگی به عکس العمل رژیم حاکم داره، که این جناب عالی بحث فرمودید. اون چیزی که من الان میخوام خلاصه بفرمایید در 4 5 دقیقه این است که ببینیم نقش این اصلاح طلبان در این ورشکستگی اقتصادی که الان ایران دوچارش هست چیه، به خصوص الان آقای روحانی فریبکار بزرگ غرب، ایشون اومده عنوان کرده، البته لاف زیاد میزنه ایشون، که من تمام تحریم ها رو قفلش رو از من میبرم، کلیدش در دست من. اخیرا گفته غیر از اون مسئله ای که من با کلید آمدم و کار رو انجام بدم و تدبیر و امید، اون که به جای خود، ولی اخیرا باز چون یه مسئله اقتصادی در داخل به وجود اومده و با این به اصطلاح نشر اسکناس بدون پشوانه یا بدون تولید در مقابلش، مقدار تورم سرسام‌آور، قیمت ها رو به افزایش و مردم واقعا مستاصل شدن. میخوام ببینم نقش این به خود نقش، خب البته خود مافیای جمهوری اسلامی عامل اصلی بوده، ولی این فریبکاران به خصوص هم زمان روحانی که فرمودید و هم زمان این آقای به زمان خاتمی فرمودید و زمان این آقای روحانی، خلاصه بفرمایید که اینا چه نقشی در این ورشکستگی موجودی اقتصادی دارن و آیا قابل اصلاح هست یا خیر. خیلی متشکرم. بله، این وضعیت به اصلاح طلبان برمیگرده به همون دورانی که رفسنجانی آمد بعد از مرگ خمینی رئیس جمهور شد و به عنوان سردار سازندگی اومد، تمام اون سیاست‌های اقتصادی رو که قدرت‌های بزرگ و ارگان‌های بزرگ مثل صندوق بین‌المللی پول به کشورهای عقب مانده در حال توسعه میان و اونها رو تزریق میکنن و تجویز میکنن، همه اونها رو یک به یک سعی کرد که اجرا بکنه. البته با توجه به فسادی که در این سیستم و در اون حکومت وجود داشت، اجرای اینها طبق اون شکلی که صندوق بین‌المللی پول میخواست مقدور نبود و تازه اگر به طور صحیح هم اجرا میشد به جایی نمیرسید و نتیجهش این بود، همینان خاطرشون است، در یک مدت کوتاه این رفسنجانی 50 میلیارد دلار فقط بدهی خارجی برای ایران بالا آورد و هر سال کسری بودجه، هر سال افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش برابری ریال یا پاپاسی جمهوری اسلامی در مقابل ارزهای خارجی. بعد از 8 سال که دار و دسته رفسنجانی خوردند و بردند و مردم متوجه شدند که کار به جایی نمیرسه، این به اصطلاح آقای خاتمی و اصلاح طلبان صحبت از ساماندهی اقتصادی کردن، به جای سازندگی گفتن حالا ما سامان بدیم، یعنی نتونستیم بسازیم حالا باید اولش سر و سامون بدیم، و بعدم بیشتر مطرح کردن که ما باید به دنبال تعدیل سیاسی بریم. در حقیقت به شکلی میگفتند که اقتصاد مال چهار پایان است، اما اونها هم همون سیاست‌های رفسنجانی رو ادامه دارن، ساختار به همون شکل بود، نوکیسگانی که بر مستند قدرت نشسته بودن میلیاردر شدن داشتن، و بعد این باندهای مافیایی و به خصوص رفسنجانی که پاسداران رو دعوت کرد، گفت چرا شما پاسداران نباید در کارهای اقتصادی فعالیت داشته باشید، فقط توی پارگانا باشید، و ور دست اونها رو باز کرد در اقتصاد و در حقیقت میخواست یک رقیبی در مقابل بنیادهای ریز و درشتی که تحت کنترل خود خامنه‌ای بود از نظر اقتصادی هم به وجود بیاره که پشتیبان نظامی او هم بشود. در این بین حق و حقوق مردم اصلا مطرح نبود، سرکوب کارگران به شدت ادامه داشت تا هر حال رسیدیم به اونجایی که اینها متوجه شدن این سوپاپ اطمینان بزرگ شده، حفره‌ای شده، احمدی نژاد رو بر سر کار آوردن، او رو گماردن برای اینکه تدارکاتچی باشه و او هم با 700 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی که خود اینها امروز میگن آتش زده و از بین برده و نابود کرده و سرقت شده و خوردن، مملکت رو شیرازه تولید رو از بین برد و فقط و فقط به امید این بود که صندوق بین‌المللی پول براش کف بزنه. اینها همینان عزیز در ظاهر مرتب حمله میکنن، شیطان بزرگ، نمیدونم امپریالیسم، مرگ بر آمریکا، اما اونجایی که منافع اقتصادی جهان خارج ایجاب میکنه به هر شکلی که باشه حاضرن باج بدن، از جمله قبول کردن همه دستورات صندوق بین‌المللی پول و بعد انتظار اینه که براشون به به بگن و کف بزنن، که همینطور هم شد. احمدی نژاد با بیرحمی بدون اینکه کوچکترین عشقی به ایران و مردم ایران داشته باشه آمد این ظاهرا سوبسید که سوبسیدی هم در کار نیست اونها رو قطع کرد، یا در حقیقت
مالیات سرسام‌آوری به حامل‌های انرژی، نفت و گاز و بنزین و غیره بست که به دنبال اون ما جز زدیم خون دل خوردیم. ای بی خبران، ای ضد ایرانی، این کارو نکنید و گوش نکردند و کردن و می‌بینیم که چه شد، بر سر سفره مردم چه آمد. و بعد این آقای روحانی به اعتقاد من کلاهبردار هم، او هم امیدش به این است که با خارجی‌ها ساخت و پاختی بکنه که شاید اون 700 میلیاردی که درآمد نفتی در اختیار احمدی نژاد بود حالا در اختیار باند و گروه او قرار بگیره و اون هم بتونه چهار سبایی با ریخت و پاچ عده‌ای رو متمول بکنه، ثروتمند بشن، بیان در خارج ویلا بخرن، مرتب مسافرت کنن، بیان و برن و بگن که آقا چه خبر، چی نشستی، چی میگید، دارید ببینید چه برج‌ها در ایران ساختن، ببینید چه ویلاها و چه قصرهایی، در حالی که از اون کارگر نگونبخت شرکت اتوبوسرانی تهران و سفره خالیش اطلاعی ندارن. به هر حال این وضعیت به شکلی است که ساختار مافیایی اقتصاد ایران کاملا الان در محاصره و دستگیری اقتصاد جهانی است، با این تفاوت که یک اقتصاد سرمایه‌داری غیر تولیدی دوزوار اونجا برپا کردن که همه حقوق اولیه مردم رو از هر طبقه‌ای که بگی زیر پا میذاره و عده‌ای با وابستگی‌های خودشون مشغول چپاول ملت هستن. سه مشکل اصلی، یکیش شما اشاره فرمودید، فساد و تباهی، دومیش نالایق بودن اینها و ایران رو دوست نداشتن و غیر ایرانی بودن، و سوم سیاست‌های ابلهانه حجت الاسلام خامنه‌ای، چه در زمینه انرژی اتمی، چه در زمینه سیاست‌های خارجی، روابط با کشورهای همسایه و غیره و غرب و شرق، نزدیکی به پوتین و بازیچه دست او شدن، کشتار و جنایات در سوریه، همه اینها عواملی هستند که موجب فشارهای خارجی و تحریم خارجی شدن و خارجی ها هم در این تحریم سود دارن، به این شکل که نفت جهانی الان به اندازه کافی تولید میشه، این پولی که میخواست بره به جیب آخونده فعلا بره به جیب اون آقای مالکی یا در عراق و جای دیگر، و به این شکل این مردم هستند که باید در اندیشه براندازی این رژیم باشن تا بتونن سرنوشت خودشون رو جور دیگری رقم بزنن. بسیار سپاسگزار جناب دکتر. چون وقت ما محدود هست، با اینکه مطلب زیاده و جناب‌عالی هم اطلاعات وسیع در همه زمینه‌ها دارین، من میخواستم که خدمتون خداحافظی بکنم و انشالله در برنامه‌های بعدی ما بتوانیم بیشتر از اطلاعات زیقیمت جناب‌عالی استفاده کنیم. بنده به درود عرض میکنم تا نشست بعدی که بنده تقاضا کنم تشریف فرما بشین. خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. با دیدنندگان اگه میخواهید خداحافظی بفرمایید. خیلی ممنون. عرض کنم که همونطوری که صحبت شد، از طرف اصلاح طلبان یه برنامه فریب و سرگرم کردن مردم وجود داره، چه از طرف داخل خود رژیم، چه از سوی اصلاح طلبان و چه از سوی اپوزیسیون دروغی که در خارج از کشور هستن. در اسلاید شماره 4 ملاحظه می‌فرمایید که این سه گروه مشغول هستند که به یه ترتیبی مردم رو از مسئله براندازی که الان آقای دکتر شجاعی اشاره فرمودن و اساس کار کنگره همبستگی و جبهه هماهنگ مبارزان هست منحرف بکنن و به یه ترتیب سرگرم بکنن. و نه تنها این، بلکه مأموریتی دارن تعداد در خارج از کشور که حتی مذاکره حضوری با اپوزیسیون واقعی بکنن و بتوانن اونا رو به یه ترتیبی سرگرم بکنن. عرض کنم که در اسلاید شماره 7 ملاحظه بفرمایید، من مجبورم یه مقداری چون وقت زیاد باقی نمونده و اطلاعات وسیع آقای دکتر شجاعی رو باید میشنیدیم، این است که بنده یک کمی خلاصه عرض میکنم بقیه مطالب رو. و اون این است که اخیراً از طرف وزارت خارجه آمریکا یک گزارشی تهیه شده بر اساس روال همیشگی که از سال 1984 این مسئله شروع شده، هر سال وزارت امور خارجه به کنگره یک گزارشی میدهد در مورد فعالیت‌های تروریستی کشورهای تروریست، کشورهایی که در لیست تروریستی وزارت خارجه قرار داره، که البته در سالهای گذشته فعالیت‌های تروریستی ایران بسیار گسترده در گزارش ذکر می‌شد، ولی در حال حاضر با وجود اینکه به مقداری از اینها اشاره شده، ولی به قول معروف یه مقداری رو نادیده گرفتن یا عمدن حذف کردن. در هر صورت اون چیزی که در این گزارش
بیشتر می‌درخشه گزارش فعالیت‌های تروریستی دولت جمهوری اسلامی، تروریست دولتی که البته اونا در گزارش نمی‌شد ایران، ولی حقش این است که گفته بشود دولت تروریستی جمهوری اسلامی، نه دولت ایران. در و همینطور راجع به سودان و سوریه و کوبا، راجع به این چهار تا که الان براشون مسئله هست بحث کردن. عرض کنم که در اسلاید شماره 8 که اگه ملاحظه فرمایید، اصولاً طبق قانون اساسی وظیفه جمهوری اسلامی گسترش عرض کنم که مذهب هست و دین هست از طریق جهاد، و همینطور برای این کار هم گردانهای استشهادی تهیه کرده. همونطوری که میدونیم در مقدمه قانون اساسی راجع به ارتش مکتبی هست که سپاه پاسداران و ارتش مکلف هستند که بتوانند این حکومت الله رو در سراسر جهان پیاده بکنند. مستندشون هم یکی اصل 11 قانون اساسیه که البته اینجا فرصت قرائتش نیست، همینطور اصل 152 قانون اساسیه و اصل 154 و بقیه مطالب. حالا در هر صورت در این گزارش از ایران در چند مورد به خصوص ذکر شده. یک این که سیستم تروریستی جمهوری اسلامی از سال 1986 تاکنون ادامه داره. دوم، مطالب زیاده ولی رؤوس مطالب اینها هست در این گزارش. پشتیبانی همه جانبه جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان، وقتی گفته می شود پشتیبانی همه جانبه یعنی از نظر مالی، از نظر سلاح، تجهیزات و حتی نیروی انسانی، و همینطور در اصلاح سلاح و پول برای جدایی طلبان یمن، باز پشتیبانی همه جانبه از شیعیان بحرین که باز هم همه جانبه همونطور که عرض کردم شامل همه چیز خواهد، و به خصوص مسئله پنجم این سپاه قدس هست که این سپاه قدس رو با وجودی که در سالهای گذشته و امسال هم به صورت خیلی کمرنگ گفته شده که اینها مسئول عدم ثبات کشورهای خاورمیانه هستن از طریق عرض کنم که پخش سلاح و نیرو و قصد الاوازا، ولی امسال از اون در گزارش در اون فصل شیشم که فهرست عوامل خطرناک رو ذکر کرده که در گذشته اسم سپاه بود ولی حذف کرده. همونطوری در اسلاید شماره عرض کنم که 13 ملاحظه می‌فرمایید، این اکتاپوس تروریسم جهانی یعنی جمهوری اسلامی که منشأ این کار هست، این در واقع گفته شده که این عمامداران اکتاپوس هستند و عرض کنم که مسائل بین‌المللی مطرح می‌کنه. ولی همونطور که ملاحظه فرمایید در اون قسمت بالا، اون قسمت ایرانش باید حذف بشه و بشود جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی است نه کشور ایران. کشورهای جهان غرب عالمان آمدن این مسئله جمهوری اسلامی رو با ملت ایران مخلوط میکنن. در این گزارش ضمناً نشون داده میشه که این سیاست دوگانه آمریکا در برابر تروریسم دولتی جمهوری اسلامی به چه گونه است، که از یک طرف این گزارش نوشته میشه و از طرف دیگه همونطوری که میدانیم به صورت آشکار و به صورت زیرمیزی با ایران مبادلاتی انجام میگیره و یا تفاهم هایی به وجود میاد و هدف عبارت است از برقراری جمهوری اسلامی که به هیچ وجه مورد خواست ملت ایران نیست. که این تلفن قضایی بین این دو رئیس جمهور هم حتما دوستان به خاطر دارن که در اسلاید شماره 15 ملاحظه میفرمه که اینا دیگه گذشته. بعد از طرف دیگه همزمان با این کار میبینیم که ضمن این گزارش بعد یکی از این سناتورها در مجلس عنوان میکنه که هدف این مذاکرات، منظور مذاکرات اتمی با ایران، این است که اینا رو میخوان این وسایل اتمی رو برای مصارف شهروندی استفاده کنن، که واقعا این دروغه. مسئله بعدی که بنده میخوام مطرح کنم و در بخش دوم این گزارش امروز هست، موضوع این است که یه تعدادی از انقلابیون دیروز حالا جزو طلبکاران امروزی شدن. در رأس اینها آقای محمد ملکیه که رئیس دانشگاه تهران بود و در زمان ایشون و به دست ایشون و به خواست ایشون دانشگاه برای چندین سال تعطیل شد.
البته کسان دیگری هم هستن، از جمله قبلا هم یه همچین توبه نامه ای آقای دکتر احمد صدر حادثه جوادی نوشته بود، ولی آقای دکتر علی اصغر حادثه جوادی که یکی از اون پایه‌گذاران انقلاب و با انتشار اون نشریه جنبش مردم رو تحریک میکرد و همینطور آقای نوریزاده، نوریزاد، سازگارا، اکبر گنجی و اینا هزاران نفر دیگری هستند. از جمله اخیرا آقای مسعود بهنود با تمام اون سابقهش، حالا اینا طوری دارن وانمود میکنن که کی بود کی بود، من نبودم. در واقع تمام اینها پایه‌گذاران اساسی این انقلاب شوم یا این شورش فاجعه انگیز و موجب بدبختی ملت ایران بودن. حالا آقای ملکی اومده در یه نامه‌ای نوشته و مطالبی عنوان کرده که واقعا از یک کارگر ساده‌ای که حتی سواد سیاسی هم نداشته باشه چنین مطالبی بعید به نظر میاد. از جمله در اسلاید شماره 18 مراجعه بفرمایید، دلایلش اینه که میگوید من از خمینی فریب خوردم. اسلاید شماره 18 عرض کنم که کودتای فرهنگی که به وجود اومد عامل و پایه‌گذارش دکتر آیت بود و یه توطئه بود بر علیه فرهنگ ایران. و دیگر اینکه خمینی به شورای انقلاب فرهنگی دستور داد که این کار رو انجام بدن. خب مرد حسابی، اگر شما جزو شورای انقلاب بودی و الان دارید این توبه نامه رو می نویسید و دلایلی که خودت بیاری برای رد این مسئله، چگونه شد که در اون موقع فقط به خاطر خب به جاه و اینکه باز هم کماکان در شورا باشی و انقلاب هدایت بکنی بحثی نداشتی؟ و در همون زمان بود که در حضور شما 40,000 دانشجو و استاد و دانشگاه اینا بازداشت شدن، بعضشون شکنجه شدن، بعضشون زندانی شدن و بعضشون اعدام شدن. و آقای خامنه‌ای هم که در اون موقع به عنوان امام جماعت در دانشگاه صحبت میکرد، عنوان کرد که تمام اینهایی که این وضعیت به وجود آوردن، اینها خائن هستن. از همه مهمتر اون بخش استدلال آخر ایشونه که در همون استاد شماره 18 ملاحظه بفرمایید، گفته شده که من در این کار فقط یک رأی داشتم، به اندازه یک رأی خودم مسئول هستم. و بعدم پیشنهاد کرده آقای خامنه‌ای هم مثل ایشون استفاده بده. خب این مسئله یک رأی داشتن، اگر این حرف رو یک خانم خانه‌دار بزنه که هیچ گونه تحصیلات عالی هم ممکنه نداشته باشه یا داشته باشه که اصولا در مسائل سیاسی وارد نیست، خب بله ممکنه اون یه رأی داشته باشه. ولی شما آقای ملکی، امثال شما، آقای حادثه جوادی، آقای بهنود که الان وارد معرکه شدید، آقای نوریزاده، آقای نوریزاد، همه شما این به خصوص حتی رفتگان مثل آقای سنجابی و بقیه، اینها یک رأی نبود. در همینطور در اسلاید شماره 19 ملاحظه می‌فرمایید تمام دیکتاتورهای جهان هم یک رأی داشتن، هم خمینی هم یک رأی داشت، صدام حسین هم یک رأی داشت، آقای قذافی هم یک رأی داشت، استالین و هیتلر هم هر کدوم یک رأی داشتن. ولی اون یه رأی اونها دیدیم که چه مصیبت‌های بزرگی برای ملت‌های بزرگ، ملت خودشون و بقیه جهان ایجاد کرد. بنابراین این که گفته بشود که حالا من توبه می‌کنم، استغفار می‌کنم و باید بیام در یه دادگاه ملی محاکمه بشم، این موج اخیری است که شروع شده و در این موج همه می‌خوان به یه ترتیبی گناه رو یا اون مسئله اساسی رو به گردن دیگران بندازن. این آقای ملکی نوعی بسیار فرصت‌های زیاد داشتن در اون موقعی که وارد کار بودن و عامل اجرای این سیاست ضد فرهنگی بودن انجام بدن. مسئله فرهنگ، تعطیل دانشگاه و فرهنگ ایران مسئله کوچکی نیست، مسئله تعطیل یه دبستان یا یه دبیرستان تنها نیست، بلکه مسئله ضربه بزرگی که به فرهنگ ایران وارد شد. و اینها یه قسمت و یه بخش عمده ای است از اینکه بخواهند اصولا فرهنگ ایران و
فرهنگ کهن ایران رو به هر ترتیبی هست از بین ببرن. به همونطوری که میدونین در حال حاضر مشغول هستن بتوانن مخشویی جوانان رو بکنن، کتاب تاریخ رو عوض میکنن، جعل میکنن، منکر کوروش میشوند و بعضی ها همونطوری که زنده یاد پیمایی اشاره کرد در بی بی سی میآیند میگویند اصولا این مرزهای ایران با خون درست شده و ایران هم یک کشوری است که بعد از جنگ دوم مثل اردن و عراق اینها به وجود اومد. خب اینا نه اینکه ندانند، خیلی هم خوب میدانند، بلکه عالما آمدن این مسائل رو دامن میزنند. بنابراین من فکر میکنم که این مسئله بخشیدن این افراد، عفو این گونه افراد و بقیه مسائل وابسته به این که آیا بایستی یک دادگاه داوری عمومی ملی به وجود بیاد، اینها هیچ کدوم به این زمان ما و اپوزیسیون ارتباط نداره. اینها در ید حاکمیت ملت ایران هست و ملت ایران هست که بعد از اینکه حکومت مردم سالار به وجود اومد حق داره در مورد این مسئله چگونگی عفو بخشش، چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان، چگونگی همه پرسی که همه پرسی باید قبل از تشکیل مجلس مؤسسان باشه، اینها در اختیار ملت ایرانه و از پیش هیچ کس هیچ مقامی حق ندارد در این زمینه به بقیه دستور بدهد، به خصوص این که باز هم هنوز عنوان می شود که ما هدفمون در به وسیله همین اصلاح طلبان که هدف ما ایجاد شرایط انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسانه، ولی هم خودشون رو فریب میدن هم مردم رو فریب میدن که چگونه از یک حکومت دیکتاتوری مطلق ولایت فقیه شما میخواهید به اون رای برسید که انتخابات آزاد فراهم بشه. بله بسیار مطلوب و عالی است، ولی چگونگیشو روشن نمیکنه. بسیار سپاسگزار، بدرود عرض میکنم. جاوید ایران، پاینده ملت بزرگ ایران. بدرود. دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان، نوجوان ما بین حال جاودان، نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن، این چنین مرگ و فقر فشانن چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندید، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی، از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم، دروای آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما یار جان باختگان.